که تازه به ما اضافه شدن. نگران هیچی نباشید، امروز میخوام خیلی مباحث ابتدایی و مهم رو یه بار دیگه براتون دوره کنم و اینکه یه جلسه انگیزشی متفاوت هم داریم که دیگه حسابی هم سطح انگیزتون بیاد بالا، هم این که کلی تکنیک یاد بگیرید و بتونید ایشالله خیلی خفن برید جلو. اینو باید بیاریم پایین پایین ها. این کدوم بود؟ سلام سلام سلام، ستون گنگ. دهم ریاضی خیلی استرس داری؟ زشت واقعا. دهم ریاضی که نباید استرس داشته باشی که. چطوری چطوری؟ سلام سلام سلام. به 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 به، قربون شما برم. آره لایو دیشب واقعا اساتید ترکوندن، قربون شما برم. سلام سلام، وقت شما بخیر باشه. به 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 به، بچه کسی که تره TNT مشاوره کلا ثبت نام کرده باشه، نهایت نهایتش امروز ثبت نام کنی، فردا باید با من صحبت کنی. اگه اوکی نشده حتما یا بهم دایرکت بده یا یه پیامی بهم بده، یه جوری بهم با دود علامت بده اگه حالا تو فضای مجازی نیستی، که کارو شروع کن. آقا موضوع امروز اول از همه همونطور که قول داده بودم بهتون، خب خیلی از بچه ها، ما 14 15 جلسه مشاوره تا الان داشتیم، تازه اضافه شده بچه. چجوری میخواد مثلا 23 4 ساعت ویدیو رو بشینه ببینه، کلاس ها رو بشینه ببینه؟ من قولی که داده بودم گفتم چون ما تو نیم سال دوم هستیم و خیلی کارهای مهم مهم داریم. صدا نمیاد؟ صدا که نه، صدا مشکل، یه رفرش کن. کلی کارهای مهم داریم از این به بعد، قول داده بودم تکنیک های خیلی مهم، تکنیک های ضروری رو یه بار براتون دوره کنم که دیگه ایشالله بهتر کنید. خب قبل از اینکه بخوام بحث مشاوره رو براتون شروع کنم، بذار یه لحظه برگردم اینجا این صفحه سفیده، یه چی برات بنویسم ببینم نظرت چیه. اگه نشه چی؟ نگو تا حالا این جمله رو به خودت نگفتی یا به یه نفر نرفتی بگی. اینو به من بگو. یکی از بچه ها میگه میخواستم کلاس تو رو ثبت نام کنم، کلاس استاد مبشر رو ثبت نام کردم. من دکتر مبشر خیلی شبیه همین بود، یعنی قیافمون شبیه همه، اسممونم شبیه همه، همه ای کلم هستیم، به خاطر همین اشتباه شده دیگه. البته فرقی هم نمیکنه، دکتر مباشر که استاد من، کارش بی‌نظیره دیگه، میتونی با دکتر مباشر مشاورت رو ادامه بدی. ولی چجوری اشتباه کردی؟ اینو به من توضیح، چجوری؟ خب باریکالله باریکالله، بعضی ها زیاد گفتن، بعضی ها میگن من تا الان اصلا یه بارم نگفتم به خودم، باری کلا.
میگه اگه نشه باید برم سربازی. باریکلا، میگه من تا حالا نگفتم. ایول، ببین مقابل این جمله چیه؟ یه بار دیگه بریم از اول، یه بار دیگه بریم از اول، از اول 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 صحبت کنیم. احتمالاً میگم احتمالاً پیش اومده این جمله رو به خودت بگی، اگه نشه چی؟ آقا اگه تلاش کنم نشه چی؟ اگه بود دوام و به جنگم و اون چیزی که میخوام نشه چی؟ خب من همیشه در جواب میگم، میگم اینو بیا به خودت بگو. اگه بشه چی؟ اون موقع چه اتفاقی میفته؟ بچه به نظر من ما دو مدل کار میتونیم انجام بدیم، کارهای با ریسک بالا و کارهای با ریسک پایین. مثلا اگه تو بخوای، برای مثال میگم، اگه تو بخوای فروشنده بشی، خیلی راحت مثلا میری میگردی و یه جای کاری پیدا میکنی، حقوق ثابت میگیری، درآمد ثابت داری و اینکه کارت ریسکی نداره آنچنان، مسئولیت حالا خیلی زیادی نداری. ولی وقتی میای توی یه رقابتی که 500,000 نفر، 300,000 نفر، 200,000 نفر تو شرکت کننده داره، یه کار با ریسک بالاه. چرا؟ چون 1-3%، 4% بچه ها توش به رشته های خوب میرسن، به شغل خوب میرسن. و تو وقتی یه کار با ریسک بالا رو انتخاب میکنی، ممکنه که نشه، ممکنه که نشه. حمید جان اوکی، یعنی چی؟ یعنی آقا من اگه میام یه کاری رو شروع میکنم، اگه یه وقتی به نشدنش فکر کنم، منطقیه، منطقیه که یه وقتی به این فکر کنم که آقا من این کار رو دارم شروع میکنم، استارت دادم، تلاشم دارم انجام میدم و ممکنه نشه. اما من روی صحبتم با اون بچه‌هایی که هیچ کاری نمیکنن و میگن اگه کار کنم نشه چی، یا اصلا میدونم اگه کارم کنم نمیشه، به جایی نمیرسم، من یه جمله بهت میگم. آدم موفق میدونی چی میگه اینجور مواقع؟ یعنی وقتی به این فکر میکنه که اگه نشه چی، میدونی چه جوابی به خودش میده؟ اول اصلا به این فکر میکنه که اگه بشه چی، یعنی میاد تصور میکنه اگه من به اون رویایی که دارم برسم چه اتفاقی توی زندگی میفته، چه اتفاقی توی دنیام میفته. آدم موفق میگه من ترجیح میدم بجنگم و شکست بخورم تا اینکه بشینم و هیچ کاری نکنم. کی میخوای از روزمرگیت دست بکشی؟ کی میخوای فقط بشینی و نگاه کنی که روزا بگذره که سال بعد شروع کنی بعدن به جنگی برای موفق شدنت؟ میتونی تصور کنی که یه آدم عادی باشی؟ میتونی تصور کنی که یه آدمی باشی که واقعا به هیچ سطحی از موفقیت نرسیده؟ اگه میتونی اون آینده رو تصور کنی، اگه میتونی بیای بشینی نگاه کنی دوستات، رفیقات توی رویاهات دارن زندگی میکنن و تو فقط باید بشینی و حسرتشو بخوری، اگه واقعا این برات قابل هضمه، بشین فکر کن آقا من کار کنم ممکنه نشه، پس ولش کن کار نمیکنم. من بهت نمیگم اگه از الان کار کنی حتما میشه یا نمیشه، من ولی بهت یه چیزی میگم، اگه تلاش کنی ممکنه بشه. کدوم رو انتخاب میکنی؟ خودت قطعا میدونی اگه شروع کنی، کار کنی، بجنگی، تلاش کنی بهتره. ولی چرا هیچ کاری نمیکنی؟ شاید هم کار میکنی یا شاید هم داری تلاش میکنی یا، ولی اونجوری که باید نه. چرا؟ چون فکرت مریضه، همش به این فکر میکنی که آقا من دارم کار میکنم ولی به نظرم نمیشه، ناامیدم، نتیجه نمیگیرم. یا اینکه داری کار میکنی یا برای بعضی از درسات هیچ کاری انجام نمیدی. چرا؟ چون میگه اگه من کار کنم هم این درس رو نمیتونم به نتیجه برسم، به خصوص بچه‌هایی که مثلا رشته انسانی هم تو درس ریاضیشون. حالا بیشتر بچه‌هایی که توی مناطق محروم دارن درس میخونن تو درس زبان انگلیسیشون، یا خیلی از بچه‌ها توی درس عربیشون، نمیدونم تو درس فیزیک، زیست، شیمی، هر درسی، فلسفه، اگه بخونم هم هیچ چی نمیشه. ببین نگاه کن به گذشتت، نگاه کن ببین اون جاهایی که تو نتیجه نگرفتی، اون جاهایی که تو فکر کردی ضعیفی، یه نگاه به گذشتت بنداز. فقط دو تا احتمال وجود داره، یعنی ضعف تو فقط دو تا احتمال داره و هیچ دلیل دیگه‌ای به نظر من نداره. اگه دلیل دیگه‌ای داره بیا بهم بگو. دو تا دلیل داره، یا براش هیچ کاری نمی‌کنی
یا کار میکنی ولی در حین کار میگی نمیشه. میگی میدونم نمیشه، به نام خدا میرم شروع میکنم به خوندن این درس ولی میدونم نمیشه. وقتی با این دید میری کارتو شروع میکنی، وقتی از همون اول خودتو بازنده میدونی، چه انتظاری داری که نتیجه بگیری؟ ولی وقتی موقع شروع کارت میای میگی بسم الله الرحمن الرحیم میخوام شروع کنم، پرقدرت از تمام زمانم استفاده کنم، با تمام وجود برای اهدافی که رویاش یه لحظه از سرم بیرون نمیره میخوام بجنگم، چون دوست دارم تو دل رویاهام زندگی کنم. اول اصلا به خاطر خودم، به خاطر پدر مادرم، به خاطر اطرافیانم، به خاطر اونایی که دوستشون دارم، به خاطر دنیام میخوام بجنگم برای رسیدن به رویاهام. من هر کاری رو اراده کنم میتونم از پسش بر بیام. من باید موفق بشم. من باید از پس این درس بر بیام. من باید از پس تکالیفی که دارم بر بیام. اگه روزی 10 ساعت دارم تو الان درس میخونم و فاصله دارم، اگه عقب افتادگی دارم 10 ساعت هم میکنم 12 ساعت میکنم، 13 ساعت میکنم، 13 و نیم ساعت. نه اینکه بشینی شبی ترسوها یه گوشه کس کنی، آی نمیتونم، آی گریه کنی، آی زاری کنی، شاید 4 نفرم بیان دور و برت بیان دیگه دستی رو سرت بکشن. آخه ولش کن بابا، ولش کن، مگه همه چیز کنکوره؟ نگران نباش. ولی اون آدمی که میاد از روی دلسوزی، نه از روی بدذاتی ها، از روی دلسوزی میاد دست میکشه رو سرت میگه او ولش کن ایرادی نداره، نشدم نشد، داره هدایتت میکنه به سمتی که تهش بشی یه آدم عادی. ولی من بهت چی میگم؟ میگم میشه. شروع کن به کار کردن، شروع کن به جنگیدن، شروع کن به تلاش کردن توی مسیری که حتی ممکنه نشه، ممکنه نشه، ولی از همین الان باخت رو قبول نکن. آدم برنده کسی نیست که حتما میرسه به رویاش، مثل درک ردموند. درک ردموند یه دونده‌ای بود که توی المپیک 1992 بارسلون، جلسه بعدی براتون ویدئوشو میارم پخش میکنم و بیشتر دربارش صحبت میکنیم. درک ردموند توی المپیک 1992 بارسلون همون اول کار مصدوم میشه، تا آخرش لنگ لنگان میجنگه و از خط پایان عبور میکنه. من الان نمیدونم نفر اول کی بود، ولی درک ردموند رو میشناسم، چون آدمی بود که تفکر برنده داشت. گفت 65,000 نفر اینجا توی این مسابقه همینجا نشستن و دارن نگاه میکنن و مردم کشورم انتظار اینو دارن که وقتی منو فرستادن اینجا من تا آخرش مبارزه کنم، من از خط پایان باید بگذرم. شاید همه ی مردم هم انتظار اینو نداشته باشن که من نفر اول بشم، ولی همه اونایی که دارن نگاه میکنن الان این برنامه رو منتظر این بودن که من از خط پایان رد بشم، حتی اگه نفر آخر میشم. تفکر برنده یعنی این، تفکر برنده یعنی این که حتی وقتی که من ناامیدم، وقتی که من مطمئنم دیگه مدالی نمیگیرم، مطمئنم دیگه جامی نمیگیرم، تا آخرین نفس به خاطر اونا که دوستم دارن، به خاطر اونا که دوستشون دارم، به خاطر اهدافم، به خاطر احترام گذاشتن به رویاهام، به خاطر احترام گذاشتن به تمام انرژی مثبتی که از محیطم دارم میگیرم، تا آخرین نفس بجنگم. نه این که کوتاه بیام. کوتاه اومدن راحت ترین کاره، کاری نکردن خیلی راحته، اما تلاش کردن، زحمت کشیدن، جنگیدن، حتی اون وقتی که فکر میکنی ممکنه شکست بخوری، حتی اون وقتی که فکر میکنی ممکنه به هیچ مدالی نرسی، اینه که ارزشمنده. یه داوطلبی چند روز پیش با من صحبت میکرد، میگفت آقای فتی من میترسم تلاش کنم و نشه. اگه نشه چی؟ بهش گفتم که خب شکست میخوری. گفتم اگه هیچ کاری نکنی شکست خوردی، شکست رو پذیرفتی، ولی اگه شروع کنی تلاش کنی قطعا شکست میخوری. گفت آقای فتی فکر کنم اشتباه گفتی. گفتم نه اشتباه نگفتم، تو الان که شکست خوردی تمام شد رفت وقتی هیچ کاری نمیکنی، ولی اگه شروع کنی به کار کردن هم شکست میخوری. یه نفر رو بیارید به من نشون بدید توی این مسیر رتبه برتر شده باشه، یه نفر رو بیارید به من نشون بدید توی این مسیر نتیجه عالی گرفته باشه، به دانشگاه مورد نظرش رسیده باشه و هیچ وقت شکست نخورده باشه. یک نفر رو به من نشون بدید.
من این همه رتبه برتر داشتم، مگه میشه همیشه نتیجه گرفته باشه؟ رتبه دو رقمی من دو هفته گفت اصلا درس نمیخونم، به زور برش گردیدیم دو رقمی شد. پزشکی دانشگاه شیراز پارسالم، پزشکی دانشگاه شیراز دو سال پیشم دافتر اون دو سال پیش 5 بار ناامید شد، به زور خواهرش زنگ میزد مامانش تو رو خدا فتی یه کاری کن این درس، میگفتم بابا قبول میشی؟ میگفت نه من ناامید شدم، تو این آزمون نتیجه مطلوبمو نگرفتم، میخوام بذارم برای سال بعد. یه نفر اومد نشون بده تو مسیر موفقیت شکست نخورده باشه، همیشه اینجوری رفته باشه بالا. نمودار موفقیت خطی نیست، بالا پایین داره. پس قطعاً اگه بخوای بیای توی مسیر، توی مسیری که 500,000 شرکت کننده داره، 200,000 نفر شرکت کننده داره، معلومه که شکست میخوری. اگه از شکست میترسی، اگه میخوای شبیه آدمای ترسو باشی، معلومه این راه راه تو نیست. برو دنبال یه کار با ریسک پایین. ولی اگه رویات برات ارزشمنده، احتمال موفقیت خودتو با تلاش بیشتر ببر بالاتر. بی خیال این شو که آقا اگه نشه چی میشه؟ اگه نشه چی میشه؟ آره اگه داری تلاش میکنی، زحمت میکشی، یه وقتی فکرت رفت سمتی که نشه چی میشه، سریع فکرتو عوض کن، به شدنه فکر کن. ولی اگه هیچ کاری نمیکنی و داری همش میگی آقا اگه کار کنم نشه چی؟ ببین تو بیشتر از این که از مسیر بترسی، از توانایی خودت میترسی. اگه جرأتشو داری بشین یه بار فکر کن این آدمی که اینجاست چقدر توانایی داره، خودتو بگو من چقدر توانایی دارم، من کیم؟ خدا از روح خودش توی جسم من دمیده، خدا منو اشرف مخلوقات خلق کرده. اشرف مخلوقات یعنی این که من عربی یاد نمیگیرم، یعنی من دینی یاد نمیگیرم، یعنی من توی حدود 5 ماه زمان تا کنکور نمیتونم عقب افتادگیامو جبران کنم، نمیتونم بیشتر کار کنم، نمیتونم کمتر بخوابم. آخه روز 10 ساعت میخوابی بعد میگی من رویای موفقیت دارم؟ رقابته، رقیبت داره روزی 7 ساعت 6 ساعت میخوابه، 5 ساعت میخوابه. من نمیگم 5 ساعت بخواب، من میگم 6-7 ساعت تو بخواب که مطالعه با کیفیت باشه در طول روز. ولی بجنگ برای رویات. 5 صبح از خواب بیدار شو. من تا جایی که واقعا وقتشو داشتم، این شهر اون شهر نرفتم، یه جا ساکن بودم، 5 صبح براتون لایف گذاشتم. تا جایی که واقعا در توانم بوده براتون لایف گذاشتم. بعضا بوده بیدار بودم ولی انقدر کار داشتم فرصت نکردم. ولی تا جایی که تونستم هفته 3-4 تا لایو 5 صبح برات گذاشتم که ببین من میثم فکتی وقتی بهت میگم 5 صبح بلند شو کار کن، خودم تا لنگ زور نمیخوابم. من میثم فکتی وقتی بهت میگم آقا تلاش کن، آقا اگه مثلا روزی 10 ساعت تلاش میکنی نتیجه نمیگیری، 13 ساعت تلاش کن، 14 ساعت تلاش کن. من خودم دارم روزی 17 ساعت کار میکنم. با تک تکتون نفر به نفر در ارتباطم، واسه پشتیبان نذاشتم با پشتیبان حرف بزنی، واسه پشتیبان نذاشتم پشتیبان برات برنامه بنویسه، خودم دارم کار میکنم، بیشتر کار میکنم که کارو با کیفیت بهت ارائه کنم. وقتی بهت میگم کار کن، خودم نشستم یه جا هیچ کاری نکنم. اینو ببینی، شعار دارم نمیدم بهت. اون بچه‌هایی هم که 5 صبح بلند میشن دارن زحمت میکشن، مغرور نشید. موفق شدن توی رقابت بیمون 5 صبح وظیفت بلند شی، 6 صبح اگه بلند میشی، 7 صبح اگه بلند میشی، نمیدونم، وظیفته، باید بلند شی، چون توانایی تو خیلی بیشتر از اینه. نمیدونم واقعا چی راضیت میکنه، نمیدونم واقعا چی قانعت میکنه، نمیدونم واقعا به چه ساعتی از موفقیت برسی قانع میشی. ولی نگاه کن ببین کجای زندگی، ببین اینجایی، ببین اینجایی، نمیدونم، ببین کجای زندگی میخوای به کجا برسی، چقدر فاصله داری. با نشستن و نگاه کردن و گریه کردن و تسلیم شدن مطمئن باش همینجا که هستی میمونی، حتی سقوط میکنی. خیلی از آدم ها هستن که میان گوش میدن، وقتی که میشینی براشون میگی که آقا من این بدبختی رو دارم، این مشکل، میگن آخه. ولی به خدا قسم این آدمایی که براشون درد دل میکنی، از مشکلاتت بهشون میگی، مطمئن باش 10 دقیقه بعد از اینکه تو میگی یادشون میره، درگیر مشکلات خودشونن مردم، اصلا کاری به تو ندارن. کسی دلش به حال تو نمیسوزه، تنها کسی که باید دلش به حال تو بسوزه خودتی، خود تنهایی تو این مسیر. بپذیر آقا من یه آدمی ام که تنها ام تو این مسیر. اگه امکانات داری ازش استفاده کن، اگه امکانات نداری بازم با تمام وجودت تلاش کن، بجنگ برای رویات. آقا تو رو خدا کم نیارید، الان وقتش نیست. به این فکر کن توی جامعه هستیم که از نظر اقتصادی
یه مقدار شرایط، یه مقدار نه خیلی زیاد شرایط خوب نیست، تو نیاز به شغل خوب داری، تو نیاز به سکوی پرتاب خوب داری، تحصیلات برای تو میتونه یه سکوی پرتاب خوب باشه. توی که تو این کلاسی با تمام وجودت تلاش کن. من نمیدونم چه کاری میخوای انجام بدی، من واقعا نمیدونم موفقیت خودتو اگه توی تحصیل میبینی، اگه توی تحصیلات خوب میبینی، توی شغلی میبینی که مربوط به الانته، با تمام وجودت به جنگ. اگه موفقیت خودتو تو ورزش میبینی، با تمام وجودت بچسب به ورزشت. اگه موفقیت خودتو تو هنر میبینی، با تمام وجودت بچسب به هنرت. ولی واسه خودت ادا در نیار. داوطلب رشته ریاضیه، رسیدیم به وسط سال میگه من اگه تجربی میخوندم موفق‌تر میشدم. داوطلب رشته انسانیه میگه اگه من ریاضی میخوندم نمیدونم تجربیه میگه من عاشق انسانی بودم. نمونهشو خیلی زیاد دارم. به قرآن قسم 99% بهانه است. یعنی خیلی کم پیش اومده یه داوطلبی توی این حال، من درصد گفتم قسم خوردم، درصد زیادیشون. خیلی کم پیش اومده یه داوطلبی واقعا اگه رشتهشو عوض میکرد موفق‌تر میشده. با تو حال درس خوندن نداری، اینا اداه، دنبال بهونه ای. اصلا مهم نیست تو چه مسیری باشی، تو توی هر مسیری باشی باید موفق بشی، چون تو نمیتونی آدم معمولی باشی. رشته تجربی که رفتی توش رشته اشتباهی بوده، ولی باید موفق بشی توش. حالا اشتباه بوده نباید میرفتی، ولی رفتی شده، باید توش موفق بشی. رشته انسانی که رفتی اصلا اشتباه بوده، باید میرفتی ریاضی، رفتی شده، باید توش موفق بشی. دیگه فرقی نمیکنه تو چه راهی رفتی، تو اون راهی که رفتی بهترین باش. یه مثال براتون بزنم از یکی از استاداتون آریان ایدری، توی مصاحبه میگفتش که آقا من عاشق رشته انسانی بودم، به اصرار پدرم رفتم ریاضی، موفق نیست توی کارش، رفت ریاضی، دیگه اشتباهی بود، تو دانشگاه میگه خیلی درس نخوندم، ولی توی کارش بهترین کار رو ارائه کرد. میگفت من دوست داشتم که یه وکیل خوب باشم، یه صحبت که با هم میکردیم، نمیدونم تو مصاحبهش هم گفته یا نه، دوست داشتم یه وکیل خوب باشم، ولی نشد دیگه، خانواده اصرارش این بود که ریاضی بخونم. تو اون دورم قبل از سال 90 رشته ریاضی جزو رشته‌های تاپ بود. میگفتم مثلا اون موقع اینجوری بود دیگه، حالا طرز فکر غلطی بود که مثلا تنبلا میرن انسانی. میگه اگه وکیل میشدم فکر میکنم خیلی موفق میشدم، ولی الان تو کار خودش موفق نیست. چرا؟ واقعا موفق. آقا اون رایی که داری میری رو تمام وجود برو توش بجنگ. اگه میخوای آدم معمولی نباشی، اگه میخوای واقعا یه آدم خاص فوق‌العاده بی‌نظیر موفق، همون قدری که توانایی تو وجودته اونو واقعا بیاری بریزی وسط، نشون بدی که چند تا داری، بجنگ این روزا رو. حتی اگه شکست میخوری، حتی اگه نتیجه نمیگیری. بچه روزی که امیر میدونی من چجوری اومدم کلاسینو؟ نمیدونی؟ بذار براتون تعریف کنم من چجوری اومدم کلاسینو. بچه روزی که من اومدم کلاسینو چجوری اومدم؟ من کلاسینو از روزای اول میشناختم. نمیدونم اینو بهتون گفتم یا نه. یعنی قبل از اینکه اصلا کلاسینو کلاس آنلاینش استارت بخوره، یه کنکور شوی بود، اساتید رو دعوت میکردن، در تو زندگی نامه و چیکار کردی و اینا صحبت میکردن. من از اون موقع دنبال میکردم. خیلی دوست داشتم بیام کلاسینو. تا اینکه کلاسینو 2-3 سال پیش یه کاریو استارت زدن به اسم استادینو، گفتم آقا ما 3 تا استاد جدید میخوایم و این 3 تا استاد جدیدی که ما میخوایم یه رقابتیه، یعنی مثلا بیان افراد مختلف رزومه بفرستن، نمونه کار بفرستن و اینا، ما از بین اینا 3 نفر رو انتخاب میکنیم. من رزومه‌مو فرستادم، 250 نفر رزومه فرستادم. مثلا یه نفر دانشگاه MIT آمریکا درس خونده بود، دکترا داشت، رزومه فرستاده بود. یعنی روز اول یه نفر میومد نگاه میکرد، میگفتن که بابا این افرادی که اومدن، یعنی هر کسی که خب قاعدتا جرأت این که بخواد رزومه بفرسته و این کار انجام بده واقعا نداشت، چون تو میمدی اونجا سنجیده میشدی، بعد اگه انتخاب نمیشد یه مقدار کار سختی بود که این شهامت داشته. من خودمو نمیگم، اون افرادی که اومدن و این شهامت داشتن به جز خود من، واقعا کار سختی بود، چون داشتی رصد میشدی دیگه، دانش آموزات هم داشتن میدیدن، خیلی کار سختی بود. میدونی چقدر به من گفتن که نمیشه؟ از روز اولی که اومدم گفتن آقا نمیشه، اینا رفیقای خودشونو میارن، اینا نمیدونم، اینا همش پارتی بازیه، اصلا معلوم از روز اول کی میاد. به خدا قسم من یادم نمیره، من 3 روز 72 ساعت جمعاً 2 ساعت خوابیدم برای یه کلاسی که داشتم. یه کلاس بود، یعنی من 2 ساعت کلن تو 3 روز 2 ساعت خوابیدم.
براش نشستم فایلش رو آماده کردم، آوردم تو کلاسم، نظرسنجی شد، تو نظرسنجی اوکی شد. 4-5 مرحله بود دیگه. تو اون 4-5 مرحله، مرحله اول 30 نفر، مرحله بعدی 10 نفر، نمیدونم 6 نفر، اینجوری اومدیم تا 3 نفر انتخاب شد. خیلی کار سختی بود، ریسکش بالا بود، ولی خیلی از روز اول شکست رو قبول کرده بودم. من قبول نکردم، گفتم اینجا جای منه، من دوست دارم اینجا باشم، پس باید باشم. نه حتی، یعنی تو میخوای بگی که شکست نخورد؟ چرا شکست نخوردم؟ هزار بارم شکست خوردم، ولی هر بار هر کاری خودم شروع کردم با تمام وجودم به این فکر کردم که اگه بشه چی میشه، پس کم نیاوردم واسش. به این فکر کردم که اگه من، خدا شاهده، روز اولی که اومدم استارت این کارو زدم فقط و فقط این تو ذهنم بود. گفتم من الان یه دایره‌ای دارم، یه چند تا داوطلب هستن دارن استفاده میکنن، من فکر میکنم این پتانسیل رو دارم که بتونم به افراد بیشتری کمک کنم، پس این رسالت منه، باید با تمام وجود براش بجنگم که بتونم به افراد بیشتری کمک کنم. و خیلی خوشحالم که مشاوره هامون رایگانه. داوطلب از دور افتاده ترین نقاط ایران، از نقاط مرزی پیام میده، یه تشکر، نمیدونی چه حال خوبیه. دارن هاردی میگه که مادیات خوبه، اگه هدفت مادیات خوبه، ولی مادیات تا یه جایی تو رو میبره جلو، معنویاته که تو برات خیلی انرژی میسازه، بهت قدرت میده. و اگه تو واقعا هدفت خیر باشه، هدفت کار خوبه باشه، کار خوب در میاری، مطمئن باش از نظر مادی هم نتیجه خوبی میگیری. و این بچه واقعیه، شاید 3-4-10 بار هم شکست بخوری، ولی واقعا اگه هدفت خیر باشه یه جایی به نتیجه عالی میرسی. ولی آدمی که میشینه نگاه میکنه حسرت میخوره. من توی جلسه صفر کلاسم علیرضا مرتضوی رو آوردم باهاش صحبت کردم. علیرضا مرتضوی ترم 7 علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی انصراف داد. داوطلب خودم بود. مشاورش بودم. اون موقع‌های قدیم‌ها ریاضی هم بهش درس میدادم. الان دیگه چند سالی تدریس نمی‌کنم. رتبه شد پزشکی روزانه همدان قبول شد. باهاش صحبت کردم، گفتم تو خیلی واقعا وضعت خراب بود علی رضا، تو هیچی درس نمیخوندی اصلا، چجوری شد یه دفعه ای اومدی این تغییر رو ایجاد کردی؟ من میدونستم، میخواستم با بچه ها صحبت کنه. گفت ببین، من جای اشتباهی بودم، رشته علوم آزمایشگاه شهید بهشتی منو از نظر روحی ارضا نمیکرد و هیچ انگیزه ای برای تلاش کردن نداشتم. نگاه میکردم رفیقام که سطحشون، سطح رویاهاشون خیلی پایین‌تر از من بوده، سطح رویاهاشون فقط مادی بوده، این آدم ها اومدن دارن تو رویاهای من زندگی میکنن، دور و بریامو میدیدم که دارن تو رویاهای من زندگی میکنن و من جای اشتباهی هستم. به خاطر همین نشستم تلاش کردم. خدا شاهده دارم میگم ترم 7 انصراف داد، بهمن ما شروع کرد، خدا شاهده خوند، از روز 6-7 ساعت شروع کرد، به جای رسیده بود که علیرضا، نمیگم این کارو کنه، یعنی بیشتر آدم ها این پتانسیل رو ندارن که بخوان این کار رو کنن، یعنی کیفیت کارشون میاد پایین، آدم خاصیه دیگه. علیرضا اینجوری بود، مثلا درس میخوند تا ساعت 2 شب، 2 میخوابید تا 4 بلند میشد میخوند، مثلا تا ساعت 12 ظهر یه نهاری میخورد، دوباره مثلا یه نیم ساعت یه ساعت میخوابید بلند میشد دوباره. اصلا این بگم کی میخوند کی میخوابید نمیتونم بهت بگم، هر وقت خسته میشد 2 ساعت میخوابید بلند میشد میخوند، اینجوری خوند. گفت من باید اونجا باشم، نمیتونم. تو چه شرایطی انصراف داد؟ نامزد داشت، قرار بود مدرک رو که بگیره ازدواج کنه. گفت آقا من این مدرک رو نمیخوام. خانوادش، پدرش، مادرش، نمیدونم پدرزنش، مادرزنش، هیچکی اعتقاد نداشت به این کارش. همه میگفتن آقا این مدرک کوفتی تو بگیر، تو فردا میخوای نانآور یا خانواده باشی، این مدرک رو بگیر بعد بشین بخون. میگفت نه الو بلو، من نمیخوام این مدرک، به دردم نمیخور، من میدونم قبول میشم. باور داشت به تواناییش، ایمان داشت، ریسک کرد. توی شرایطی بود که ممکن بود مثلا نامزدش که خیلی دوستش داشت و از دست بده واقعا، به خاطر اینکه دیگه خب بعد از اینکه تو یه رشته ای رو داشتی میخوندی ولش کردی، ممکن بود شرایطی بود که ممکن بود هزار تا اتفاق دیگه بیفته، ولی با تمام وجودش تلاش کرد، بالاخره تونست برسه به اون چیزی که میخواد. ببین چی میخوای، ببین واقعا چی میخوای. به خدا قسم با گریه و زاری و مظلوم بازی در آوردن هیچکی به جایی نرسیده. هر مشکلی هم که داری،
هر اتفاقی هم که توی زندگیت افتاده صفحه هست هندس. هر اتفاقی هم که توی زندگیت افتاده، هر پستی بلندی هم که این مسیرت داره، اگه رویات ارزششو داره، اگه اون آینده طلایی که توی ذهنت ارزششو داره، بشین بجنگ براش و مطمئن باش توی مسیر شکست هم میخوری و آدمی موفق میشه که باور داره به خودش. اگه شکستم بخوره دوباره بلند میشه و دفعه بعدی محکمتر بلند میشه، قویتر تلاش میکنه. اگه بازم شکست بخوره، حتی بدتر از قبلم شکست بخوره، این بار حتی قویتر از دفعه قبلی تلاش میکنه، چون نمیتونه بپذیره به اون جایی که مد نظرش نرسه، تو اون جایی که رویاشو داره زندگی نکنه. یه نفر پیام گذاشته میگه من ترم 5 مهندسی پزشکی بودم، انصراف دادم، دوباره دارم میخونم. خیلی دیدم اینجوری. من همین امسال داوطلبی دارم بچه، متولد 60، امیدوارم به رویاش برسه که واقعا از صمیم قلبم مطمئنم میرسه. ارشد فیزیوتراپی، رشته که خیلی آرزوشونه، درآمد واقعا در حد پزشکی، این بحث مالی دیگه نیست، رویاش پزشکیه. متولد 60، زن و بچه داره، شاغلم هست، داره درس میخونه. چه جوری؟ 2 تا 9 سر کاره، 9 میشینه تا ساعت 1 شب کلاساشو میبینه، از اون طرف 5 صبح بلند میشه، 6 صبح بلند میشه، میخونه تا ساعت 2. زندگیش شده این. فقط یه روز جمعه رو تعطیله، که مثلا روزای جمعه گفتم خب 2 تا 9 دیگه سر کار نیستی، گفت نه بعد 2 تا 9 برای خانواده‌ام وقت بذارم، زن و بچه دارم، آقای فتی یه بیرونی ببرمشون، یه گردشی ببرمشون، نمیشه که همش بخوام درس بخونم، اونا هم به هر حال یه وظیفه نسبت بهشون دارم. تو وظیفه نسبت به کسی نداری، 99%تون وظیفه نسبت به کسی هم، فقط خواهش پدر مادرتون، خواهش دوربریاتون اینه که بشین درس بخون، بشین بخون، با تمام وجودت بخون. وقت هست. من دارم بهت میگم آقا وقت هست. اگه رویات برات مهمه، به این فکر نکن که ممکنه شکست بخورم. همه ممکنه شکست بخورم. ببین یه آدمی، ببینم صفحه خالی دیگه، یه آدمی بهش میگیم از روی این تخته ای که مثلا 2 برابر ارزشونته رد شو برو اون طرف، تخته رو انداختیم رو زمین، بهت میگیم از این تخته، از اینجا شروع کن به حرکت کردن، برس این طرف، طول این تخته هم 10 متره، بیا جواب بدید به ما، میخوام جواباتون رو ببینم. به یه آدم میگم آقا از این طرف تخته بیا، برس این طرف تخته، اوکی، تخته هم طولش مثلا 20 متره، 10 مترم نیست، ارزش هم 2 برابر ارزشونته، انقدره، پات از این تخته بیرون نیفته، بچو برو، اصلا اندازه ارزشونته، 2 برابرم نیست، پات ازش بیرون نره، کار سختی نیست دیگه. کسی از نتونه این کارو انجام بده، میگیم برس این طرف جایزه خوب بهت میدیم، مثلا چه میدونم 1,000,000 تومان بهت جایزه میدیم، 1,000,000 جایزه. کسی بتونه از این تخته رد شه بره اون طرف، کسی از نتونه انجامش نده. داری میتونیم دیگه، میتونیم رد شیم ازش. همه میتونن، یعنی به نظر من یه آدمی دور از جون شما اگه پا هم نداشته باشه، سینه خیز هم میتونه رو این تخته رد شه، چیز آسونیه، تموم شده رفت. حالا میخوام بازی رو یکم برات عوض کنم، ببینم اینو چی کار میکنه. 1,000,000 بهت حالا یه نفر قراره بده، اما به شرطی اینکه این تخته رو دیگه نمیذاریم کف زمین، میذاریم روی یه برج مثلا 10 طبقه، این طرفش هم میذاریم روی برجی که روبروشه، این هم 10 طبقه است، دو تا برج شبیه همن. میگه هر روی این تخته رد شو بیا این طرف، 1,000,000 میگیری، 10 طبقه است، از اون بالا آدم ها رو اندازه مورچه میبینی، رد میشی بری؟ کسی هست بگه آقا من روی این تخته رد میشم به خاطر این 1,000,000 تومانه انقدر ارزششو داره که بخوام ردشم برم اون طرف؟ کسی هست بخواد همچی کاری کنه؟ بعضی ها میگن میریم، بعضی ها میگن نه نمیریم، بعضی ها میگن ترسناکه.
بعضی میگن اگه 1,000,000 بدن آره رد میشم. بعد حالا بچه ها سوال بعدی، بعضی میگن رد میشیم، بعضی میگن رد نمیشیم دیگه. اونی که رد نمیشه به نظر من کارو منطقی انجام میده، بخاطر چی؟ بخاطر 1,000,000 جونشو به خطر بندازه، ممکنه بیفته. اونی که میگه من رد میشم ممکنه بیفته دیگه، قبول. این شمایی داری سقوط میکنی، اون لحظه که سقوط میکنی پشیمون میشی یا نمیشی؟ اونا که گفتن آره رد میشیم، اون لحظه که داری سقوط میکنی پشیمون میشی یا نمیشی؟ نه، اسکوید گیم نیست، مجبورت نکردیم رد شی، که گفتیم اگه دوست داری رد شو. این لحظه که داری رد میشی مثلا نمیگی آقا من خانواده‌ام چشمرام بودن، اومدم به خاطر یه خلبازی از روی این تخته رد شدم، آخه 1,000,000 چی بود آخه به خاطر 1,000,000 بیام هر رو تخته رد بشم؟ یکی از دوستان میگه اینه چی پشیمون میشم. خب اوکی، حالا بعضی هم میگن پشیمون میشیم، بعضی هم میگن پشیمون نمیشیم، آقا دیگه راهیه که اومدم دیگه. به چی فکر میکنی؟ یعنی فکر میکنی ارزششو داشت؟ حالا اینجا یه اتاقک در نظر میگیریم، اون آدمایی که تو زندگیت خیلی دوستشون داری، نمیدونم پدر مادرت، پسر عمت، دختر داییت، اون کسی که دوستش داری دیگه، البته دختر دایی منظورم خودت دختر باشی، یا مثلا پسر عمه خودت هم پسر باشی، منظورم اینجوری بود. خب اینجا تو این اتاقک گیر کردن پدر مادر، کسی که دوستش داری، اینجا آتش سوزی شده، آسانسور رو قطعه، یه نفر رو این تخته باید رد شه بره نجاتشون بده، یه نفر باید رو این تخته رد شه بره نجاتشون بده، میری یا نمیری؟ اینو به من بگو، میری رو این تخته رد شی بری این طرف اون کسی که دوستش داری و تو این اتاق نجات بدی یا نه؟ آها آها، با کله، با بیشک میب. آها ببین، ببین چقدر عوض شد، ببین بازی چقدر عوض شد. آقا تخته همون تخته است، شرایط همون میدو هم میرم، معلومه که میرم، آره به مولا 100%، از پایین راه نداره، فقط در رو تخته، با کله میرم، میرم حتی اگه بیفتم. دو سه نفر دیدم، یعنی واقعا دو سه تا ندیدم، اصلا بیشتر این لحظه دریغ نمی کنم. خب میگه میرم، یعنی همه تون دارید میگید میرم، اگه بیفتی چی؟ پشیمون میشی یا نمیشی؟ و اینو به اون موقع که 1,000,000 نه 1,000,000,000 بود مقایسه کن، اصلا 10,000,000,000 بود مقایسه کن، تو کدوم حالت پشیمون نمیشی؟ یا حداقل به چی فکر میکنی وقتی که خانوادت اینجا بودن و داشت روی این تخته رد میشدی بری نجاتشون بدی و داری سقوط میکنی؟ به چی فکر میکنی؟ پشیمون که نمیشید باریکالله، اون لحظه به چی فکر میکنی؟ اینو برای من بنویس. این لحظه که داری سقوط میکنی، آقا یاد اومدی رد شی بری نجاتشون بدی، افتادی، داری سقوط میکنی، به چی فکر میکنی؟ جانم فدای اون کسایی که عاشقشونم، اگه اشتباه نکنم خانوادم ارزشو داشت، میگه من تلاشمو کردم، میگه به اونا آفرین. خیلی قشنگه، خیلیاتون دارید میگید من به اون آدمو دارم، وقتی دارم سقوط میکنم به اون آدمایی دارم فکر میکنم که اینجا بودن، یعنی اصلا به سقوط خودش دیگه فکر نمیکنه، میگه ای کاش یه جوری میتونستم برم این آدمایی که اینجا بودن رو نجات میدادم. داره سقوط میکنه، اون لحظه اولی که به خاطر 1,000,000 نه 1,000,000,000 نه 10,000,000,000 آدم سقوط میکنه، میگه ای بابا به خاطر پول جونمو دارم از دست میدم. پس ببین اگه هدفت مادی باشه تو یه جایی میتونه تو رو ببره جلو، ولی وقتی هدفت معنوی باشه، ببین این داستان چی شد؟ داستان میشه دلیل انجام کارت دیگه، دلیل انجام کارت عوض شد. برای چی میخوای تلاش کنی؟ برای چی میخوای ریسک کنی؟ برای چی میخوای بجنگی؟ اینه که مهمه، اینه که قشنگه. پس اون وقته که دیگه از شکست نمیترسی، چون هدفت ارزششو داره، به اندازه کافی دلیل برای رد شدن داری، به اندازه کافی انرژی برای رد شدن داری. حالا اگه بیفتی هم پشیمون نمیشی، حالا اگه شکست بخوری هم پشیمون نمیشی، نمیگی اگه برم نشه چی، میگی باید بشه.
اینجا هدفت بایدی میشه، چون ما تمام وجودت میخوایم اون آدمی که اینجا سه نجاتش بدی. حالا یه دلیل محکم داری برای رد شدن از این تخته؟ و اگه وایسی این طرف تخته و حرکت نکنی به سمت این هدف، وقتی که دلیل به اندازه کافی داشتی، تا آخر عمرت پشیمون میشی، تا آخر عمرت حسرت میخوری، همون کاری که خیلیاتون الان دارید انجام میدید و اونجوری که باید برای اهدافتون تلاش نمیکنید، اونجوری که باید نمیجنگید. رد شو رو این تخته، نترس از این سقوطه. به این فکر کن که اگه برسی اینجا چقدر اتفاق قشنگی میفته توی زندگیت. به این فکر کن که اگه رد نشی چقدر باید حسرت بخوری توی زندگیت. به خدا یه سال و دو سال و پنج سال و ده سال نیست. با من میگم دانش آموز متولد 60 دارم، داوطلب متولد 60 دارم که داره دوباره تلاش میکنه. چرا؟ چون وایستاده این طرف تخته و الان نزدیک 20 ساله داره حسرت این برو میخوره. چرا بی خیال رویات میخوای بشی؟ مگه میشه؟ مگه میشه تو دلیل به اندازه کافی نداشته باشی؟ مگه میشه تو دلیل مادی، دلیل معنوی برای خانوادت، برای کشورت، برای رویات؟ من میدونم، به خدا قسم حاضرم قسم بخورم، بیشترتون خواب کنکور رو دیدید، بیشترتون شاید رویای موفق شدن خودتون رو دیده باشید، شاید رویای لحظه‌ای که کارنامه کنکورتو میبینی رو دیده باشی، شاید رویای رتبه کنکورتو دیده باشی. بابا چقدر دوست داری رویاتو؟ میدونم دوست داری رویاتو، پس براش تلاش کن. شو بازی نکن، فیلم بازی نکن، خودتو سرگرم نکن. نچسب الکی به این که بخوای روزمرگی تموم شه بره. با تمام وجودت تلاش کن، هر روز سعی کن بهتر شی. شاید 12 ساعت درگیر کتابی، 12 ساعت 4 ساعته، بکنش 5 ساعت، بکنش 6 ساعت، بکنش 7 ساعت. حستو بیشتر کن، کیفیت کارتو ببر بالاتر. بچه ها، کارگاه های من مثل سوهانی میمونی که تبرتو باش تیز میکنی. ببین کارگاه های منو. خیلیاتون خواب کنکورتون دارید تعریف میکنید. بجنگید تو رو خدا برای رویاتون بجنگید. کوتاه نیایید، ارزششو داره. من چند تا کار براتون انجام دادم. یکی این که یه جزوه مشاوره براتون آماده کردم که همه چی، ببین آقا چه جوری برنامه ریزی کنم، چه کتابی بخرم، کلاس تقویتیم، کلاس کنکورم، تی ان تی، هر چی، ساعت مطالعه، تعادل، تمرکز، دقت، خلاصه نویسی، مرور، لغت حفظ کردن، تکنیکای تستنی، تندخوانی، همه چی، یعنی هر چیزی که واقعا نیاز بوده گذاشتم. تکنیکای آزمون دادنتون، مدیریت آزمون، قبل آزمون، بعد آزمون، تحلیل آزمون، تکنیک دو خودکار، تحلیل کارنامه، امتحان نهایی، انتخاب مشاور، هدف، ورزش، موسیقی، روتین، نمیدونم بهداشت خواب، وسواس، همه چی دیگه، روش مطالعه دروس برای همه درساتون با اساتید خوب کلاسینو مشورت کردم و این جزوه مشاوره واقعا بی نظیر براتون آماده شده. خودم دارم میگم بی نظیر، خودش روی این جزوه شاید بیش از 6-7 سال کار شده، که قشنگ بیایید و بخونید و لذتشو ببرید. همه چیز با جزئیات. ببین من در تو برنامه ریزی، فقط ببین چند صفحه در تو برنامه ریزی بهتون توضیح داده شد. ببین فقط اینکه داوطلب چجوری برنامه ریزی کنه، یعنی این اصلا هدف من هدف مالی نبوده که بیام یه کاری کنم که مثلا از این کار بخوام حتما پول در بیارم. یه موضوعی بوده که بهت یاد بدم چیکار کنی که بتونی موفق بشی. و یه کاری که الان به نظرم وقتشی که خیلی مفصل دربارش صحبت کنیم اینه. آقا من بهتون قول دادم گفتم یه کاری براتون انجام میدم که زمانتون 5 برابر بقیه بشه. گفتم یه کاری میکنم که زمانتون 5 برابر بقیه بشه. چجوری میتونم زمانمو 5 برابر بقیه کنم؟
قبلا دربارش صحبت کردم، گفتم آقا داوطلبی که از الان میخواد شروع کنه به درس خوندن، داوطلبیه که خب عقبه از مباحثش، یا اصلا نه، داوطلبی که خیلی خوب تو نیم سال اول درس خونده، از این به بعد چی کار کنه، چه جوری درس بخونه. من در رابطه با این موضوع این تو دفتر برنامه ریزیه، این تو اون جزوه نیست، این دفتر برنامه ریزیه. کجا رفت؟ این دفتر برنامه ریزیه که کلی جدول های متفاوت و عجیب غریب داره که واقعا هیچ جایی نمونهش رو نمیبینید. واقعا تیک برگا و جدول کیفی و برای مبحث به مبحثتون شما تیک برگ دارید، یه واقعا کار متفاوتیه دیگه. حالا من اینو توی پیجم بیشتر دربارش صحبت میکنم که به چه شکله، و برای بچه‌هایی هم که خودم مشاورشونم ویدئوی نحوه پر کردنش ارسال شده. حالا بهتون میگم که این به چه شکله فعلا. آقا ببخشید. بله یکی از بچه‌ها قبل از اینکه توضیح بدم یه سوال پرسیده، میگه توی طرح مشاوره شما باید گوشی رو بذاریم کنار؟ بذارید یه خاطره براتون تعریف کنم. چند 4-5 سال پیش، نمیدونم چند سال پیش، بچه من یه داوطلبی داشتم. اون موقع اجباری، یعنی داوطلب میخواست بیا تو طرح مشاوره من، 100% قطعی باید گوشیشو تحویل میداد. گوشی داشت، میگفتم گوشی اگه میخوای داشته باشی نیا، اصلا کلا روز اول مشاوره من نیا، من گوشیتو میگیرم تا کنکورم بهت نمیدم. یه ماه هم با من مشاوره باشی بعد کنسلم کنی، گوشیتو دیگه بر نمیگردونم. تعهد میگرفتم تا کنکور بدون گوشی، بعد کنکور بیا گوشیتو از من بگیر. بردم داشتم تو گاف صندوق، تا کنکورم اصلا نمیرفتم سمتش دیگه که بخوام بیارم برای داوطلب. یکی از داوطلبا 5-6 سال پیش داوطلبم بود، تقریبا 5-6 ماه پیش، نه 3-4 ماه پیش، یه استوری گذاشته بود، منم تک کرده بود. یه کتابی رو، چون تو پانسیون درس می‌خوندن، پانسیون زیر نظرمون بودن، حواسمون بود دیگه. یه کتاب، یه دونه از این کتابای تستشو. این مافیا رو دیدید؟ کتابو برش میزنن، تو کتاب مثلا تفنگ میذارن، شبیه مافیا. کتابو برش زده بود اندازه یه گوشی، گوشی رو گذاشته بود تو کتاب تو پانسیون، مثلا مراقب میرفت بالا سرش یه ورق میزد، گوشی معلوم نمیشد، انگار داره میخونه. بعد که دوباره مراقب میرفت کتاب ورق میزد، میرفت رو گوشی، میشست اونجا چت میکرد. میدونه، یعنی کسی که بخواد گوشی داشته باشه نمیشه به زور ازش گرفت. ولی من از روز اول بهتون میگم آقا اگه بیشتر از نیم ساعت، نه شروع کارته، بیشتر از یه ساعت درگیر گوشی هستی، گوشی شده یه سمی که داره جلو موفقیتتو میگیره. من به خاطر موفقیتم حاضرم جونم هم بدم گوشیمو ندم. خب آقا این جدول، یه جدولی که نگاه کنید همشون بچه 31 خونه دارن. بعضی از ماها، بعضی از ماهای سالمون 31 روز است. خب همه این جدول 31 روز دارن. حالا تو از اولین جدولی که شروع میکنی 29 روزه است، 30 روزه است، 31 روزه است، از اونجا شروع میکنی، این بالا مثلا مینویسی، اینجا مینویسی بهمن ماه. حالا بچه هایی نه بگید من جدول از کجا میتونم گیر بیارم، این کاری نداره، خودت هم میتونی بکشیش. اینجا میشه بهمن ماه، اینجا مینویسی امروز چند بهمنیم؟ 22 بهمن. 22 بهمن شما یه مبحثی رو امروز تموم کردی برای اولین بار، مثلا مبحث تابه رو خوندی تمومش کردی، تستاش هم زدی، اینجا مینویسی. 22 بهمن تموم کردی، تو 23 بهمن مینویسی. ببین شما هر درسی رو که میخونی تموم میکنی، مطالعه تموم شد. خب اینجا مطالعه 22/11 تموم شد، مطالعهش انجام دادی. یک روز بعد، بعدیش میشه 3 روز بعد، بعدیش میشه 10 روز بعد از مطالعه، بعدیش میشه 30 روز بعد از مطالعه و 90 روز بعد از مطالعه. تاریخاشو مینویسی. آقا 23 بهمن اولین آزمون من. یه آزمونی باید بگیری. حالا من این آزمونا رو به داوطلبای خودم میدم. آزمونی که همه مباحث رو
پوشش بده، یعنی یه آزمونی که جامع و کامل باشه، کل فصل رو پوشش بده. یه آزمون این شکلی می‌خوای و این آزمون‌ها فصل به فصل اتفاق می‌افته. آزمون‌ها رو می‌نویسی، یه روز بعدش میشه که میشه 23 بهمن، می‌نویسی تابه 1. به همین راحتی. حالا ممکن تو یه روز چند تا داشته باشی، به خاطر همین جای خالی داره. بعدش میشه 3 روز بعد. خب اینجا خونده بودی دیگه 1 2 3، یعنی 25 بهمن. درسته؟ اینجا می‌نویسی تابه 2. بعدش میشه 10 روز بعد. 22 بهمن بود، اینجا تا 30 میشه 8 روز، میریم توی روز بعدی میشه تابه 3. بعدش میشه 30 روز بعد از اولین مطالعه. اولیش کی بود؟ 22 بهمن بود. بعدش میشه 22، اینجا میشه اسفند ماه دیگه، اینجا مینویسیم بالا. میشه 22 اسفند. تابه 4. بعدش میشه 3 ماه بعد. بهمن بودیم دیگه، اسفند، فروردین، اردیبهشت. توی اردیبهشت ما ببینیم بهمن بود، اسفند، اینجا میشه فروردین. فروردین کاری نداریم. میریم توی اردیبهشت ما، 22 اردیبهشت میشه تابه 5. من تابه رو خوندم 3 ماه 4 ماه قبل. الان میرم نگاه میکنم به تابه، میبینم هر چی خوندم یادم رفته. اینجوری که من میگم بخونی، طبق منحنی فراموشی ابینکاس، منحنی فراموشی ابینکاس اینجا برات میکشم، نگاه کن، میگه آقا هر اطلاعاتی رو که میخونی، خب میخونی میرسی به اینجا، 24 ساعت بعد فراموشش میکنی تا 20% اطلاعات یادت میمونه. خب به صورت میانگین میگه دوباره مرور کنی، برمیگردی به سر جای خودت، دوباره این سری 3 روز بعد فراموش میکنی. ببین روز اول بود اینجا، اینجا روز سوم بود نسبت به اولین مطالعه. خب میگه دوباره یه مرور کنی، سری بعدی 10 روز بعد فراموش، یعنی این فاصله اینجا یه هفته است، 10 روز نسبت به اولین مطالعه. ببینید این فراموشی هم نمودارش داره کمتر میشه، ببینید، یعنی 20% بود اینجا مثلا 30% یادته، اینجا مثلا 40% یادته. خب حالا دوباره یه سری مطالعات انجام شده که من قبلا هم بهتون گفتم، گفتم آقا مطالعاتی که انجام شده شما برای مطالعه دروست اگه بازیابی اطلاعات داشته باشی کمتر فراموش میکنی. بچه این چیزها رو من میگم یاد میگیری، بعد میای میگه آقا فتی من توی آزمون نتیجه نمیگیرم، میگم این کاری که گفتم انجام دادی؟ میگی نه. میگم آقا نقطه خوانی انجام دادی؟ میگی نه. میگم نمیدونم تکنیک پومودورو اجرا میکنی؟ میگی نه. میگم آقا نمیدونم تکنیکای تستنی منو اجرا میکنی؟ میگی نه. خب دیگه چه انتظاری داری نتیجه بگیری؟ اینکه فقط منو میبینی که، یا مثلا میای اون لپتاپت که نمیدونم شفا نمیده که بازش کنی نگاهش کنی همه چی عوض شه؟ که نگاه نکنید به این چیزایی که میگم، استفاده کنید. الان این کاری که بهت گفتم، آقا هر چیزی که میخونی یه روز بعد، سه روز بعد بنویسی نداده دارو، 10 روز بعد، بعد از اولین مطالعه، خب یه مثال هم برات دادم دیگه، 30 روز بعد و 90 روز بعد. مثلا کی بود؟ 22 بهمن خوندم تموم شده، برای یعنی مطالعه تموم کردم، مرور اولمو چرا نمیرم دوباره بخونم؟ چون کلی وقت میگیره و فراموشیش هم بیشتره. وقتی بازیابی میکنم میرم تست درست حسابی میزنم از اون فصل، اطلاعاتو فراموش نمیکنم. شد 23 بهمن، بعدی شد که شد 10 روز بعد، شد 3 روز بعد، 25 بهمن، بعدی شد 10 روز بعد، شد 2 اسفند، بعدی شد 30 روز بعد، شد 22 اسفند، بعدیش هم شد 22 اردیبهشت، 3 ماه بعد. اوکی، این شد تاریخ ها. هر مبحثی رو که خوندی، 5 تا آزمون، 5 تا آزمون 20 سوال خودم براتون آماده کردم برای داوطلبان، و خب قاعدتا شما خودت هم اگه بخوای میتونی 20 تا تست رو به صورت ضریبدار از کتابت انتخاب کنی، آزمون بزنی، بررسی کنی، وارد این جدول کنی، نتیجه خیلی خوب بگیری. بچه ببین این گفتنش، تو میبینی نگاه میکنی میگی به به و چه چه. ببین یه نفر باید بالا سرت باشه برات اجراش کنه. بچه اگه میخواید با خود من مشاوره بگیرید، باید با کلاسین رو تماس بگیرید. 021 9100
80-20 یا از طریق سایت کلاسینو میتونید طرح مشاوره بنده رو ثبت نام کنید. سوال آخر، سوالو ببین استاد، تو طرح TNT شما با داوطلب به صورت روزانه هر روز بهت زنگ بزنم؟ طرح TNT هر روز؟ نه بچه، تو طرح TNT دو هفته یک بار با من در تماسن، طرح پروفشنال هفته یک بار با خود من در تماسن، تو هر دو تا طرح با خود من کش دو هفته یک بار، ولی خب گزارش کاراتون هر روز چک میشه، برنامه هفتگی میگیرید از من، آزمونا رو دارید، دفتر برنامه ریزی و جزوه مشاوره رو دارید، به این شکل. آقا کاری که از این به بعد باید انجام بدی و حواست باشه، یکی این که بچه ها ببینید، یه چند تا از کارگاهامو بهتون میگم که حتما ببینید. کارگاهی که باید ببینید حتما کدوم هاست؟ یه دونه این که کارگاه تکنیک های ضروری. چه تکنیک هایی رو گفتم؟ حالا تا جایی که بشه براتون مرور میکنم. کارگاه 5 آزمون و تحلیل آزمون، اینه که ضروریه حتما باید ببینید. کارگاه 6 یه کارگاه کامل در رابطه با تحلیل تست براتون گذاشتم که چجوری تست رو تحلیل کنید. خب کارگاه 9 در رابطه با جمع‌بندی و مرور، که حالا جمع‌دهی بود ولی خب کلا در تو جمع‌بندی مرور صحبت شده. کارگاه 11 تکنیک های افزایش تراز، حتی اگه آزمون نمیدی، اگه فقط میخوای یه کارگاه رو ببینی 11 رو ببین، اگه میتونی همش رو ببینی که همش رو ببین. اوکی، حالا من تو این کارگاه ها چه نکاتی رو گفتم که الان براتون یه مرورش میخوام کنم. تو این کارگاه چه نکاتی رو گفتم؟ آقا توی کارگاه 1 که بهتون قول دادم گفتم مرور میکنم، در رابطه با تکنیک پومودورو صحبت کردیم، جدول عادات صحبت کردیم، تستنی صحبت کردیم. خب من پومودورو رو بهتون میگم که از این به بعد با پومودورو درس بخونید. بقیه شو حالا اگه میخواید تک به خصوص تکنیکای تستنی خیلی خفنه برای مرور. تکنیکای تستنی خیلی خفنه. ولی فعلا پومودورو رو بگم. آقا پومودورو یعنی این. دیدی آدم درس میخونه هی میخواد بلند شه؟ آره کارگاه کامل رایگانه بچه، اینا همشون رایگانن، رایگان. باید برید رایگان ببینید، تو همین پنل کلاسینو میتونید برید رایگان ببینید. یه دادم یه وقتی مثلا میخواد درس بخونه، هی از جاش بلند میشه میره نمیدونم تو گوشیش پیام باز میکنه، پومودورو میگه نیم ساعت درس بخون، یه باکس 30 دقیقه درس بخون. حالا این 30 دقیقه میتونه 45 دقیقه تا 60 دقیقه هم بشه، بعدش 5 دقیقه استراحت کن، بعدش برو 30 دقیقه بعدی، بعدش دوباره 5 دقیقه استراحت کن. هر 1.5 الا 2.5 ساعتی که مطالعه کردی مغزت 15 دقیقه استراحت میخواد. اوکی، یعنی مثلا 3 تا پومودورو نیم ساعته یا 5 تا پومودورو نیم ساعته استفاده کردی، میتونی بری پومودوره، در واقع میتونی 15 دقیقه استراحت کنی بعد بری پومودوره بعدی. اگه 25 دقیقه درس خوندی، مامانت صدات کرد از جات بلند شدی، گوشیت یه پیام اومد رفته چک کردی، زنگ خورد جواب دادی، کل این تایمه میسوزه. مثلا فرض کن یه سبد فرضی داری، پومودورو یعنی گوجه فرنگی، از کجا اومده؟ یه دانشمند ایتالیایی یه تایمری داشته شبیه گوجه بوده، اینجوری میچرخونده سر 25 دقیقه زنگ میزده. اوکی، به خاطر همین اسمشو گذاشته پومودورو. شما نیم ساعته بذارید که تایمتون راحت تر بشه، نیم ساعته، 45 دقیقه، یه ساعته، ولی اینجوری نباشه که یه 45 باشه، یه نیم باشه، یه یک باشه. تو یه هفته کلا مثلا نیم ساعته اجرا کن، دیدی اوکی توانایت بیشتره، هفته بعدی 45 دقیقه ایش کن، ولی کلا دیگه 45 دقیقه اجرا کن. اینجوری فرض کن که سبد فرضی داری، هر یه دونه پومودوره که کامل تو اون نیم ساعت میشینی درس میخونی، هیچ کار دیگه نمیکنی، یه دونه گوجه فرنگی میره تو سبدت.
حالا من گزارشگاه رو به بچه‌ها میگم که ترجیحاً با پومودورو بفرستن. مثلا میگه آقا من امروز 10 تا پومودورو یه مثلا 45 دقیقه خوندم. اوکی. برای مثال دیگه، حالا ایشالله بیشتر. و در تو آزمون و تحلیل آزمون که خیلی نمیخوام الان باهاتون صحبت کنم، در تو تحلیل تست میخوام بیشتر صحبت کنم. اول از همه که بچه تستا رو ضریب دار بزنید. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا کتاب تست 150 تا تست داره، تو میخوای مثلا 30 تا تست بزنی، ضریب 5 بزن. اوکی. اگه مثلا میخوای 15 تا تست بزنی، ضریب 10 بزن. 10 20 30 40 تا 150 میشه 15 تا. چرا میگم ضریب دار بزن؟ که همه یه نکات رو پوشش بده برات. بعد اگه بخوای دوباره مثلا دفعه بعدی برگردی دوباره ضریب دار بزنی، میشه یه دونه تست بالاییش. یعنی به جای که 10 20 30 40 تا 150 بزنی، میزنی 9 19 29 39. خب که همه جا رو پوشش بده. بعد هر سری علامت داره دفعه قبلت هم دوباره مرور کنی، دوباره بخونی، دوباره تست بزنی، و این باعث میشه که تعداد مرورات خیلی بیشتر بشه. یه مبحثو نخونی ببندی تستاشو بزنی، بعد بری مبحث بعدی بخونی ببندی، اون قبلی یادت بره. خب چند بار مرور میشه. با این روش آزمونی هم که بهتون گفتم دوباره چند بار مرور دیگه داریم، خیلی خفن پیش میرید. خب پس اول اصلا ضریب دار تست بزنید. اما برای تحلیل تست بچا ببینید، ما یه فاصله بین در واقع دیگه مرحله‌ای بین تشریحی خوندن، توی لایو دیشب هم گفتم، یعنی اتفاقا دکتر همدانی هم در رابطه همین موضوع صحبت کردن، بین تشریحی خوندن و تستی خوندن همیشه گفتم یه مرزی وجود داره. جلسه قبلی هم خودم هم بهتون گفتم، دوباره گفتم چیه؟ آقا یه داوطلب که تشریحی درس میخونه بعدش قرار نیست به تستی بخونه، یه مرحله دیگه این وسط هست. اون مرحله وسطیه چی بود؟ ببینم کسی یادش هست از جلسه بعدی این چی بود، یا تو لایو دیشب درباره اش صحبت کردیم، کسی گوش داده؟ باریکالله. نیمه تست چی هست؟ نیمه تست، آفرین، تست آصف، باری کلا کوسر، آفرین. اینجا میشه تست آصف. من جوابی که دوستامونو بدم بچه ها، یکی بچه ها میگه تجربی هم، یه حجمی از مباحث هم تازه خوندم، باری کلا متین درست گفتی. میگه اگه من الان شروع کنم میرسم، من مشاور انگیزشی هم، کل اون 500-600 هزار نفر تجربی، 300-400 هزار نفر انسانی، 100-200 هزار نفر ریاضی بیان از من بپرسن آقا من از الان شروع کنم میرسم، میگم آره میرسی. کی باید جوابو به خودت بده؟ خودت. من داوطلب دیدم از صفر شروع کرده، مثال برات زدم، از صفر شروع کرده، هدفش بایدی بوده، با تمام وجود تلاش کرده رسیده. پس تو هم میتونی قاعدتا، به نظر من، چون دیدم یه نفر قبلا تونسته، میگم تو هم میتونی. چرا؟ اون تونسته، تو نتونی؟ اون اشرف مخلوقات تو نیستی؟ بعد تازه به نظر من کنکور خیلی ربطی به استعداد نداره، به تلاش ربط داره کنکور، استعدادش کم اهمیته. داوطلب از مدرسه تیزوشان درس خونده، معدلش همیشه 20 بوده، میاد توی کنکور میشه شماره تلفن. داوطلب از توی مدرسه معمولی درس خونده، توی روستا بوده، نمیدونم امکاناتی نداشته، میاد میشه رتبه یه رقمی. خب یعنی به نظر من تلاش. خب آصف، تست آصف چی بود؟ تست آموزشی نوع صفر بود. گفتم یه مرزی بین تشریح و تستی خوندن هست. چیکار میکنی؟ تست آصف، تست آصف یا به قول دکتر همدانی تست خانی، اسم قشنگی گفتن بهش، مرحله تست خانی. شما تست رو میخونی، اصلا مهم نیست کدوم گزینه درسته. اگه میبینی صورت سوالش از متن کتاب در اومد، مثلا نگفته چند مورد صحیح است، چند مورد غلط است، یا همه گزینه ها درست است بجز، یا کدوم گزینه مثلا درست است، اینجوری نیست. از تو متن کتاب یه نکته رو درآورده، میری میگردی تو متن کتاب ببینی این صورت سوال، این صورت سوال من از کجای متن کتاب در اومده. 4 تا گزینه داری، هر کدومش یه نکته داره، میری نکتهش از تو متن کتابت یا از تو متن جزوه در میاری، چک میکنی که طراح چجوری اینو از تو متن جزوه در آورده، دید طراحانه پیدا میکنی، که به این تکنیک میگیم تکنیک ذهن خوانی طراح.
چرا میگم زن خانی طراح؟ تو بعد از اینکه 20 تا 30 تا تست این مدلی توی هر مبحثی میزنی، دیگه خودت میتونی حدس بزنی که طراح به چی گیر میده، از این مبحث چه جوری بیشتر تست در میکنه و نکته مهمشو میکشی بیرون. و بعدش هم میشه مرحله تستی خانی دیگه، حالا میشه تستای آموزشی و تستای زماندار. حله. خب برای جمع‌بندی هم که بهتون گفتم، گفتم آقا توی جمع‌بندی کردن، جمع‌بندی بچه از کی شروع میشه؟ جمع‌بندی از کی شروع میشه؟ الان وقت حذف کردن هیچ مبحثی نیست. جمع‌بندی از کی شروع میشه؟ جمع‌بندی از عید شروع میشه. خب دیگه کیش مقاله ایشون نظرش عید بوده، میخوام شما از الان شروع میشه، از اردیبهشت شروع میشه. اسفند صدا قطع نیست. اواخر اسفند همیشه باریکلا داوطلبای من حواسشون است. جمع‌بندی از الان شروع میشه، جمع‌بندی از وقتی مطالعه رو شروع میکنی شروع میشه. به خاطر همینم است که داوطلبای من توی آزمون جامعه همیشه نتیجه خوب میگیرن. چرا؟ چون همیشه دارن درست جمع‌بندی میکنن. اگه درست جمع‌بندی کنی نتیجه خوب میگیری. شما همیشه همراه مطالعات دو تا کار باید انجام بدی، تست پوششی و آزمون های یادگیری، که الان براتون توی اون آزمون به روش ابینگهاوس براتون کشیدم دیگه. مطالعه که شروع میکنی، آزمون های بعدیش، مرور های بعدیش رو باید بذاری تو برنامت. داوطلب میرسه به عید، میرسه به فروردین، میرسه به اردیبهشت، از پشت کنکوری ها سوال بپرسید، همه به اتفاق میگن که آقا ما هرچی خوندیم الان احساس میکنیم یادمون رفته. نگاه میکنیم ببینیم چی بلد نیستیم. چرا؟ چون مرور منظم نداشتن. تست پوششی توی برنامه هست، آزمون ها یادگیری هم توی برنامه هست، آزمون ها رو هم گرفتی از من، طبق برنامه ای که داری جمع‌بندیت شروع شده. و به خاطر همین هم هست که من داوطلبم توی آزمون های جامعه. حتی من بهت میگم اگه تراز توی آزمون قلمچی مثلا 5500، دنبال یه رشته ای هستی که تراز 6500 7000، نگران نباش، چون تو جلویی از اون داوطلبا. تو آزمون جمع‌بندی اینو ما نشون میدیم. به خاطر همین هم هست که میگم یه داوطلبی که الان توی آزمونه آزمایشی داره تلاش میکنه، زحمت میکشه، برنامهش پیش میبره، تست پوشششو داره میزنه خوب، اما نتیجه دلخواهشو نمیگیره، نگران نباشه. من داوطلب تراز 5000 الا 5500 داشتم، پزشکی یزد قبول شده، اشکان دلپذیر، بعد 5500 بوده تو قلمچی. اهل لایو و نمیدونم اینجور چیزا نیست. چند بار بهش گفتم اگه بود حتما باهاش صحبت میکردم، میآوردمش توی لایو، میآوردمش اینجا که باهاتون صحبت کنه. خیلی اهلش نیست، خجالتیه یه مقدار، ولی با تراز 5500 قبول شده. چرا؟ چون برنامه ما یه برنامه متفاوته. برنامه ما یه برنامه‌ایه که داوطلب باید باهاش برسه نتیجه بگیره، به شرطی که واقعا کاری که میگم دقیق انجام بده، شو بازی نکنه. 70-80% برنامه منم اجرا بشه، میتونه نتیجه خیلی عالی بگیره دیگه. حالا ببین 100%ش اجرا کنه چه اتفاقی براش میفته. اوکی، پس میشه در تو جمع‌بندی و مرور و در تو تکنیک های افزایش تراز هم کارگاه 11 منو ببینید حتما بچه ها، که انشالله بتونید که نتیجه عالی بگیرید. اگه سوالی از من دارید میخوام سوالاتون رو جواب بدم. در تو تر TNT خودم الان بتونید. خب توی تر TNT من چه اتفاقی میفته؟ بچه یه تر مشاوره داریم به اسم تره مشاوره TNT. توی طرح مشاوره TNT چه اتفاقی میفته؟ آقا توی طرح مشاوره TNT اول از همه چه کارهایی برات انجام میدم؟ با خود من در تماسی؟ تماس با خودم. خب برنامه شخصی سازی شده، یعنی یه برنامه رو برای 200 نفر نمیفرستم. البته 200 نفر که کلا 50-60 نفر بیشتر داوطلب نمیگیرم. برنامه شخصی سازی شده از خود من میگیری. دیگه چی کار میکنم برات؟
گزارشات، گزارش کارات به صورت روزانه چک میشه بین ساعت 4 تا 7 صبح. باید صبح بخیر بگی که بهتره 5 صبح باشه که تو لایو هم شرکت کنی، و بین ساعت 9 تا 12 شب هم باید گزارش کار بفرستی که بهتره ساعت 10 شب باشه. دیگه چی کار میکنی براتون؟ گروه رفع اشکال داری؟ به صورت آنلاین جواب سوالاتو میگیری؟ و چه کارهایی برات انجام میشه؟ من توی جلساتمون در رابطه با افزایش ساعت مطالعه صحبت کردم، اما ساعت مطالعه برای هر درسی باید شخصی سازی بشه. آقا تو این درس چقدر بخونی؟ درس چقدر بخونی؟ کیفیت مطالعه شما باید بره بالا. روش مطالعت باید شخصی سازی بشه. روش تست زنیت باید شخصی سازی بشه. پس روش مطالعه و تست زنیت. جمع‌بندی و مرور که به نظر من مهمترین گام آموزشی داوطلبه، باید از الان شروع بشه. هم با تست پوششی، هم با آزمون‌هایی که بهتون گفتم و جداولی که بهتون میدم، باید جمع‌بندیتون شروع بشه و نقطه‌ای خوانی کردن که در رابطه مزایاش به کرات تو جلسات قبلی صحبت شده. و در رابطه آزمون، مهارت‌های آزمون زدنتون باید بیشتر بشه. این حداقل کاریه که توی طرح مشاوره TNT من براتون انجام میشه که انشالله بتونید یه نتیجه خیلی عالی بگیرید و اینکه واقعا بتونید توی زمان کمتر نتیجه چند برابر بهتر بگیرید. چرا میگم تو زمان کمتر نتیجه چند برابر بهتر؟ الان بهت میگم. ببین، مثلا فرض رو بر این بذاریم، خوندن یه مبحثی، مثلا مبحث قلب، مبحث مثلا تولید، نمیدونم برای بچه‌ی انسانی، مبحث تابه، فرضاً میگم آقا 10 ساعت زمان بخواد. خوندن یه مبحثی 10 ساعت زمان میخواد. اوکی. اگه بخوام مرورش کنم، توی مرورم دوباره باید مرور اولم 10 ساعت، مرور دومم 10 ساعت، مرور سومم 10 ساعت، مرور چهارمم 10 ساعت، مرور پنجمم 10 ساعت. طبق مطالعاتی که توی یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا انجام شده، دوباره خوانی، میگن دوباره خوانی. دوباره خوانی مساوی است با فراموشی بسیار زیاد. یعنی تو وقتی به مغزت خیلی فشار نمیاری، اطلاعات میری دوباره میخونی، یادت میره. خب اما یه کاری هم داریم مثل بازیابی اطلاعات. توی بازیابی اطلاعات به جای که دوباره بخونی، میگه آقا یه بار خوندی، 1 2 3 4 5، این میشه مطالعه اولت. اینجا هم تو مطالعه اولت 10 ساعت وقت میذاری. اما برای مرور به جای که بری 10 ساعت وقت بذاری دوباره بخونی، از این مبحث مثلا 50 تا تست میزنی، 50 تا تست مثلا میشه 50 دقیقه، 25 تاشم غلط میزنی، 20 تاشم غلط میزنی، 20 تا 6 دقیقه هم میشه 120 دقیقه، کلا میشه 3 ساعت. دفعه بعدی غلطات کمتر میشه، میشه 2.5 ساعت. حالا چه جوری باید بری غلطاتو بررسی کنی؟ مثلا 20 تا غلط داشتی، 30 تا درست داشتی، یا اصلا برعکس فرقی نمیکنه. اگه 30 تا غلط هم داشته باشی، 30 تا 6 دقیقه میشه چقدر؟ 180 دقیقه، 3 ساعت. 1 ساعت هم مثلا خود آزمون 4 ساعت هستن، حالا اونقدی فرق نمیکنه. این 20 تا غلط و هر کدومشو 6 دقیقه وقت بذاری میانگین، میشه 120 دقیقه. چه جوری؟ نقطه ای خوانی کنی. نقطه خوانی یعنی چی؟ یعنی آقا این دایره مباحث اون فصله. یه داوطلبی شروع میکنه انجام میخونه، همه چی رو میخونه، میره جلو. اون چیزایی که بلده هم دوباره میخونه. طبق مطالعات اون چیزایی که بلدی رو دوباره بخونی چیزی به اضافه نمیشه. یه داوطلبی اون چیزایی که بلده رو که تو این سی تا تستی که مثلا درست زده دوباره براش مرور شده، براش چالش جدیدی به وجود اومده، تست پیچیده‌تری دیده، حل کرده، براش مرور شده خود به خود. اون چیزایی که بلد نیست هم میره این نقطه رو بلد نبودم، تو منبع اصلیش میره دوباره مرور میکنه، 2 تا 3 تا 20 تا نقطه رو میره دوباره میخونه، یا حتی ممکنه یه نقطه رو 2-3 بار بخونه. اون چیزایی که مهم نیست و ازش تست سر نمیشه نمیخونه، مهم نیست بدونتش. یا اون چیزایی که بلده رو دوباره نمیخونه، وقتش هدر نمیده، وقت کمتر، 2.5 ساعت. دفعه بعدی میشه 2 ساعت، دفعه بعدی میشه مثلا 1.5 ساعت، چون هی غلطاش کمتر میشه، تسلطش بیشتر میشه، دفعه بعدی میشه 1 ساعت. جمع بزن، این میشه 60 ساعت، این میشه چقدر؟ 5.5، 7.5، 8، 9، 10، 20 ساعت کلا.
ببین چقدر 40 ساعت ذخیره زمان. آره برای کلاس آنلاین آفلاین هر کلاسی که داشته باشیدم توی تر تی ان تی برنامه ریزی میشه. نه عزیزم، کلاس شما توی تر تی ان تی کاملا برنامه ریزی میشه. در رابطه با تکنیک دو خودکار هم اگه بخوام یه توضیح بهتون بدم چون دارید سوال میپرسید، توی تکنیک دو خودکار یه توضیح در رابطه تکنیک دو خودکار بدم، اما قبل از اینکه بخوام تکنیک دو خودکار رو بگم اینجا رو داشته باشید. آقا داوطلبی که میخواد از تکنیک دو خودکار استفاده کنه باید حواسش باشه ما دو مدل تست زماندار داریم، Z1 زماندار نوع 2، Z2 زماندار Z1. یه لحظه بچه سب کنید من اینو بکش کنم. خب اینو با این جمع کوچیکتر بنویسم که اینجا بزنم. خب در تو تکنیک دو خودکار، قبل از اینکه تکنیک دو خودکار رو بهتون توضیح بدم بدونید که آقا ما دو مدل تست زماندار داریم، Z1 و Z2. Z1 چیه؟ Z1 یعنی اینکه آقا مثلا 3 تا تست شیمی داری، هر تست شیمی 1 دقیقه وقت داره، تو کاری نداری، 3 تا رو نمیخواد تو 3 دقیقه بزنی، میگی 3 تا شیمی برای مثال توی چند دقیقه میتونم بزنمش، فرضاً توی 90 دقیقه. میگه دفعه بعدی که خواستم حل کنم سعی کنم به جای 90 دقیقه تو 80 دقیقه حلش کنم. اوکی. Z2 چیه؟ Z2 میگه سی تا شیمی داری، توی 30 دقیقه چند درصد میتونی بزنی و اینو توی جدول میاری، هر سری سعی میکنی بهترش کنی. اما حالا دو خودکار چجوریه؟ ما با تکنیک دو خودکار این دوتا رو با هم توی یه آزمون تمرینش میکنیم. یه آزمون میزنی، مثلا 30 تا سوال شیمی داری، میگی این 30 تا رو توی یه آزمون میزنم، 30 تا توی 30 دقیقه اوکی 50% زدم، نتونستم همش هم حل کنم، وقت اضافه لازم دارم. میای خودکار آبی رو برمیداری یا برعکس، حالا خودکار قرمز آبی شدی، حالا اولیش باید خودکار آبی باشه، دومیش قرمز اصطلاحا، حالا خیلی مهم نیست، با مداد بزن بعدی رو به خودکار آبی بزن، این خیلی مهم نیست. میگه آقا من دیگه 20 دقیقه یا 10 دقیقه وقت اضافه میخوام، کلا میشه 40 دقیقه، کل وقت آزمونت میشه 40 دقیقه، 10 دقیقه اضافه تر میرم سراغ بقیه تستای چند تست دیگه حل میکنم میشم 60%. این که تو چقدر وقت باید اضافه کنی این دست خودت ها، ولی اینکه توی جداول یادداشت میشه این آقا من آزمون اول تو 30 دقیقه زدم 10 دقیقه اضافه کردم بهش، تو خودکار دوم 10% اضافه شدم یا درصدم تغییر نکرد یا درصدم افت کرد، این نشون دهنده اینه که تو مشکل دانش داری، مشکل مهارت داری، یا اینکه مثلا باید روی تستنیت بیشتر کار کنی، باید روی مطالعات بیشتر کار کنی، و خیلی کمک کننده است دیگه، یعنی تقریبا هم واضح و شفافه که باید شخصی سازی بشه. این میشه تکنیک دو خودکار. حالا مثلا به جای شیمی چه میدونم فکر کن ریاضیه، فکر کن مثلا چه میدونم عربیه، حالا این یه مثال بود دیگه، سوال بچه تو تر پروفشنال چون یه مقدار از اینه مشاوره بیشتره، ارتباط داوطلب با خود من بیشتره، توی تر پروفشنال ارتباط داوطلب با من بیشتره. باریکالله جمعه تر تی ان تی تا به محض اینکه ثبت نام مشاورتون انجام بشه کارشو شروع میکنیم. تست زماندار بود دیگه، این آزمونایی که بهتون گفتم تو برنامه میذاریم و میزنیم تست زمانداره. سوال بچه وقتمون هم تقریبا رو به اتمامه، سوالاتون رو بپرسید. دو خودکار دیگه آزمونا رو شروع میکنی، اول تو زمان استاندارد میزنی، بعدش هم یه چند دقیقه‌ای که حالا خودت نیاز داری، 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت یه ساعت هر چقدر که نیاز داری، شروع میکنی به تحصیل کردن آزمون، سوالی که حتی قبلا زدی رو هم میتونی دوباره حل کنی. آره برای همه پایه‌ها هست تر تی ان تی، 10 11 12 میتونید
ثبت نام کنید. بستگی به داوطلب داره تعداد تست روزانه. به نظر من کسی که میخواد رتبه خیلی عالی بیاره باید بالای 250-300 تا تست بزنه، اما بعضن یه داوطلبی 250-300 تا تست بزنه براش سم خالصه. یعنی بعضی داوطلبا میگم تو بیشتر از 100 تا تست نزن فعلا، چون این دوباره باید صد شناسی بشی. ببینید تو هنوز جزوت خوب بلد نیستی، هی بری تون تست بزنی نتیجه نمیگیری. اول باید جزوت خوب یاد بگیری بعد بری تست بزنی. بچه من مشاورم فقط از طریق کلاسینو، یعنی راه دیگه ای برای ثبت نام مشاوره وجود نداره. اگه واقعا تلاش کنی میاری، نه به حرف من گوش بدی، برنامه تو انجام بدی، نتیجه خوب میگیری. برای دانشگاه شریف ترازت باید بالای 6500-600 باشه. ببین داشتیم داوطلب از بهمن شروع کرده شده رتبه 1. خب اینکه تو میتونی دو رقمی بیاری یا نه رو من نمیدونم. تو اصلا شاید دهمی یا یازدهمی کنکوری پشت کنکوری بیست چجوریه نمیدونم واقعا چجوری بگم میتونی دو رقمی بشی یا نه. معدل برای زیر 30000 تأثیر نداره، 1401 زیر 1000 که قطعا تأثیر نداره. فقط یا تر TNT یا هم این که طرح پروفشنال کلاسینو میتونید با من مشاوره خصوصی بگیرید. صد درصد بدون مشاور هم میشه، چرا نشه؟ بدون یکم کارت سخت‌تر میشه دیگه. من میگم رتبه یه رقمی هم دیدم تونسته، از بهمن شروع کرده تونسته. تو میگی داروسازی میشه یا نه؟ بی ادب، یکی چیز بد نوشته بلاکش کردی؟ بارش نداشته باشه، اونقدر بی ادبانه نبود، یه ذره بی ادبی بود. سید جان برای یازدهمی ها برنامه‌مون اینه که بستگی به داوطلب داره، یا یازدهمو خیلی خوب جمع کنیم یا دهم یازدهمو خیلی خوب جمع کنیم. این دیگه بستگی به داوطلبم داره، کاملا شخصیه. تو هر طرح مشاوره‌ای با من برنامه‌ات هفتگی و کاملا شخصیه. بچه چه سوالی می‌پرسید؟ میگه مثلا اچه رتبه رو واقعا من الان من که نمیشناسم تو کی هستی بگم چه رتبه میتونی بیاری. میگم داوطلب بوده، بعد 5 سال فاصله از درس، از بهمن ما شروع کرده یه رقمی شده. پس اینکه میشه زیر 2000 آورد حتما میشه دیگه ها. داوطلب خودم داشتم زیر 1000 شده، بهمن شروع کرده زیادم داشتم. بچه‌ها بر در رابطه تستنی خیلی سوال می‌پرسید. تو رو خدا کارگاه شماره 1 منو ببینید. انواع تست، مدل‌های تستنی، اینکه تو چجوری اصلا تست ضریب دار بزنی، همه‌شو توضیح دادم. اون گفتم کارگاه‌ها رو یعنی چجوری ببینید دیگه. گفتم کارگاه 1 6 این کارگاه ببین اینا رو ببینید. 1 6 5 9 11 اینا رو ببینید. این در تو تستنی، تحلیل تست، آزمون، تحلیل آزمون، جنبندی، مرور و اینم هم که همه تکنیک های افزایش تراز. اگه حالشو نداری 11 رو ببین، یه ذره حال داری خیلی حال نداری 1 و 11 رو ببین، خیلی خفنه. 11 رو به نظر من حتما 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 ببینید. میتونید هم بهم دایرکت بدید، لینک ها رو براتون میفرستم، مشکلی نداره. الان اینم پیجم. بچه موفق باشید، به خدای بزرگ میسپرمتون. ایشالله که یه نتیجه خیلی عالی بگیرید.
من چجوری اینو بخونم مهران؟ نمیشه رفت. دیگه از طریق کلاسینو میتونید کاراتونو انجام. لایوهای 5 صبح هم تو همین پیجتون اینستاگرام. بچه‌ای که اینستاگرام ندارن میسم یه آندرلاین اینجا فتحی میشه کانال تلگرامم. چه میشه آیدی تلگرام؟ تلگرام بهم پیام بدید. البته همین میسم فتحی هم اینستا هم تلگرامه. آیدی تلگرامم میسم آندرلاین فتحیه. میتونید توی تلگرام بهم آیدی تلگرامم میسم آندرلاین فتحیه تلگرام میتونید پیام بدید که بهتون بگم چجوری لینک ها رو ببینید. یا اینکه میتونید توی کانال تلگرامم عضو شید. میسم فتحی کانال تلگرام عضو شید. همه لینک ها رو همین الان میذارم براتون. اگه گوشیم خاموش نشه چه 1% شارژ داره. همین الان همه لینک ها رو براتون میذارم. 10 بخوابید 5 بیدار شید. سارا پسرا میتونن 11 بخوابن 5 بیدار شن. من واقعا من تعداد رتبه‌ام خیلی زیاد بود. الان چجوری بهت بگم چند تا بودن که نمیدونم. خیلی زیاد بودن. بچه موفق اومید باشید. ممنونم از اینکه تو این کلاس با من همراه بودید. امیدوارم هم انرژی گرفته باشید، هم چند تا تکنیک یاد گرفته باشید که بتونید یه نتیجه عالی بگیرید. دوستانی که من متاسفانه به هر دلیل نتونستم جواب سوالاتونو بدم، بهم دایرکت بدید یا بهم پیام بدید. بهتون گفتم از چه طریقی من در خدمتتونم. موفق و معید باشید.